بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بقیه حضار. سوالی که داشتم اینه که ما خب از اونجایی که یک مسلمان هستیم و اولش هم یک انسان به عنوان یک انسان حق اختیار و انتخاب داریم قسمت. به عنوان یک انسان وقتی ما و بعدم مسلمان و حق اختیار و انتخاب داریم حجاب رو انتخاب کنیم، با اینکه کشورمون هم جمهوری اسلامیه. و یک موضوع دیگه این که توی احادیث و روایات یک مورد از برخورد و یا مجازات پیامبر با یک فرد بی حجاب رو نداریم و شاه وقتی که میومد و چادر رو از سر زن رو میکشید اون رو داریم منع میکنیم، این با اون چه فرقی داره؟ بنده از منظر قرآنی میخوام سوال کنم. آیات حجاب مخاطبش همسران پیامبر و زنان مؤمن هست. سوال من ویژه اینه که نسل امروز هست کسایی هستن که تربیت شده جمهوری اسلامی هست و اینا مقابله میکنن، یه خواست کلی شده. سوال من اینه که نمیشه آیا نظر فقهی این مثل احکام دیگه ای که تعدیل و تغییری صورت گرفت، آیا نمیشه الزام به رعایت حجاب هم تغییر بکنه با مبنای احکام عقلی؟ منابع عقلی توی جاهای دیگه استعمال میشه؟ دو تا سوال هست، حالا خیلی کامل نوشتم، من میخونم. گشت ارشاد به نظر من هدف امر به حجاب و نهی از بی حجابی بوده، ولی این باعث لجبازی خیلی افراد دیگر شده. حضرت آقا هم فرمودن این کار انجام بشه ولی از راهش، نه با ایجاد نفرت. این رو سوال اول که در مورد ذات تشکیل مسئله وجودی گشت ارشاد بود. یک دوست دیگه ای هم 4 تا سوال فرستاده، من 2 تاشو میخونم. نه 4 تاشو بخونم. 4 تاشو بخونم. اولی این که آیا پوشش و انتخاب حجاب حق هر فرد نیست که خودش انتخاب بکنه؟ نکته دوم و سوال دوم، حجاب برای کسایی که حجاب رو قبول ندارن یا حتی مسلمان نیستن چه میشه؟ سوال سوم، چرا نظرسنجی نمیشه؟ و سوال آخر، آیا به نظر شما فساد درونی نمیاره؟ این هم تقریبا از سوالات مطلوب. متشکرم. ممنون از پرسش‌های شفاهی و همینطور کتبی. من ناظر به این 10 پرسشی که خوندن شفاهی و کتبی عرایزی میکنم. در پایان بحث اگر باز دوستان احساس کردن به یکی از این 10 سوال پاسخ قانع کننده ای داده نشده، دوباره آخر بحث اون سوال رو یا هر سوال دیگه مایلن شفاهی یا کتبی بفرمایید. ما اول حسابمون رو با کلمه اجبار تصفیه کنیم، چون کلمه اجبار و اجباری یه باری داره که بعد شما هر چی بخوای راجبش صحبت کنی باز زیر بار دین این کلمه هستی، با بار منفی اجبار. کلمه اجبار خب دافعه داره، برای که درش یه معنای نهفته مثل سلب اختیار، سلب اراده، سلب آزادی. آیا سلب اراده قابل دفاعه؟ سلب آزادی قابل دفاعه؟ ولو پسوند باشه برای هر چیزی. شما چرا حجاب میگید؟ اصلا بگید توحید اجباری، اسلام اجباری، دین اجباری. اصلا از اون بیاد که من بگید علم اجباری. علم اجباری. یه چیز دیگه، آزادی اجباری. شما میدونید که اجباراً آزادی، یعنی انسان مختار اختیار رو برای خودش اختیار نکرده، اجباراً مختاره. یه کسی بگه آقا ما اختیار اجباری هم نمیخوایم. شما که مختارید، یعنی انتخابگرید، الان شما امروز انتخاب کردید بیاید دانشگاه، آمدن به این جلسه قطعا اختیاری بوده یا اجباری بوده؟ اختیاری بوده. اختیاری. اختیار کردید بیاید، میتونستی جلسه رو نه. بعضی ممکنه با دیدگاه‌های من یا همسال من موافق باشن، بعضی مخالف باشن. شما به انتخاب خودت آمدی. این انتخاب آمدن یک
قدرت انتخابی که به شما دارید از طرف خداوند، این اجباری خودش، یعنی شما مجبورید که مختار باشید. شما اختیار رو، انتخاب و اختیار نکردید. ما اول تکلیفمون رو با این کلمه اجبار روشن کنیم. ما 5 نوع اجبار داریم، یا 6 نوع. از 5 نوع اتفاق میخواییم بکنیم با ذکر مثال. 6 نوع اجبار یا الزام معنا داره. همه تونم هر 6 تاش رو تجربه کردید. ببینیم اینا اولا کدوم قسم از این اقسام اجبار مد نظره. وقتی کسی میگه یعنیم الف اجباری، ایکس اجباری، ایگرگ اجباری، منظور چیه؟ یک اجبار، اجبار عاطفی است. شما دست خودت نیست، انسان متعادل اینجوریه. مگه من الان شما یک صحنه فیلم بهت نشون بدن، یه مشت آدم ریختن سر یه بچه کوچیکی، دارن میزننش. اصلا هر توجیه هم بکنی، یه بچه 6 ماهه رو دارن میکشن. شما اینجا انسان نرمال متعارف اصلا دست خودش نیست، انتخاب نمیکنه. به طور اجباری عواطفش برانگیخته میشه، درسته؟ انسانی هست اونقدر قسی القلب که یه صحنه ای رو ببینه، دارن مثلا یه حیوانی رو، یه سگی رو، گربه ای رو، پرنده ای رو دارن شکنجه میکنن، یه انسان ضعیفی رو دارن شکنجه میکنن، میزنن، میکشن، توهین میکنن. کسی هست که رنج نبره، رنج عاطفی برانگیخته نشه، کاملا بی‌طرف باشه؟ بین شما کسی هست؟ بله. اینجا اگر بگیم شما به طور اجباری، اجبار عاطفی واکنش نشون دادید، چی میگید وجبی؟ ممکنه کسی بگه آقا من اصلا دلم نمیخواد اینقدر عاطفی باشم، دلم نمیخواد اینقدر زود رنج باشم، ولی هستم. تا یه فیلم هندی ببینم از اما اولا شروع میکنم به گریه کردن. خب پس یه چیزی داریم به نام اجبار عاطفی. مادر وقتی کودکش گریه میکنه، گرسنه است یا مریضه، اجبار عاطفی داره، اصلا دست خودش نیست. این برنشون. خب این سوال هست، اجبار عاطفی قابل ارزش گذاری یه منفی هست یا نیست؟ نوع دوم اجبار. پس ما یه اجبار خوب تا حالا پیدا کردیم. نوع دوم اجبار، اجبار قانونی. اصلا فرض کن اخلاق نیست، حقوق هم نیست، اجبار قانون. شما به هر کشوری که بخواید برید یه قوانینی داره، اصلا ممکنه شما قبول نداشته باشی، ولی تا اون قوانین رو رعایت نکنی، ملتزم نباشی، مثلا راحت نمیدن. از همون اول میگه میخوای بری کشور؟ کشور ما؟ بله. نمیپرسه ما رو قبول داری یا نه، میپرسه که به قوانین ما باید 100% اجباراً باید تابع باشی، و تعهد بدی و اگر تخلف کنی مجازات خواهی شد، یا دیپورتت میکنی، مثلا اونجا برمیگردونی و بازداشت میشی یا جریمه میشی. اینا میخوای قبول داشته باش، میخوای قبول نداشته باش، داری میای تو جامعه ما، باید تابع قوانین ما باش. شما میگی من دوست دارم رانندگی کنم، میگن خب بارکلا دوستش نمیش، اونتا رانندگی قوانی نیدن، باید سر چرا قرمز گیریسی، چرا قرمز شد بیستی، سد شد بری، سرعتت اینجا حق نداری. یعنی یه مرتبه میگی من میخوام با اختیار خودم رانندگی کنم، بله، ولی 100 تا قانون اجباری برای رانندگی رو برای میزنم باید رعایت کنم. آیا اینجا معقولی کسی بگه که آقا قوانین اجباری؟ مثلا قانون یعنی اجبار؟ قانونی که اجبار و الزام آور نباشه که قانون نیست، هر جو مرجه. حالا تو قانونشو قبول نداری، نداشته باش، تو داری توی جامعه ای زندگی میکنی که بر اساس قانون بنا شده، نظم اجتماعی و اتوریتی قانون باید رعایت بشه. میخوای جنابالی معتقد بهش باش، میخوای نباش. تو اتوبان اینجا سرعت بیش از 80 کیلومتر حق نداری بشه. منع اجباری، بله منع اجباری. یه جا میگن سرعت کمتر از مثلا 40 کیلومتر نباید باشه، باید اجبار میکنم تو رو باید با سرعت بیشتری. آقا سرعت اجباری؟ بله سرعت اجباری. چرا؟ چرا؟ بله؟ قانونه، باید رعایت کنه. نه خب قانونه برای چی داره که به دیگران مثلا؟ تو یکی که نیستی که، این شهر و اتوباناش که مال جنابالی نیست که. اما اینجا هست
میدونم باید بذارید همه شما بگم ایشون چون من هنوز دارم از شیشتاد دارم دو تاشو توضیح دومیش هم توضیح هم ندادم قرار شد که من این فرصتی که به من دادید بر اساس این ده پرسش جواب بدم اگه آخر عرضم جواب ندادم بعد سوالتون رو تکرار من اصلا هنوز نگفتم که قضیه حجاب کدومی که از این شیش نوعه دارم اطراف کلمه الزام و اجبار رو خالی میکنم زیر میکروسکوپ دقیق میخواییم بهش نگاه کنیم که چجوری داوری میکنیم خب پس یه اجبار عاطفی داریم آقا مادر قصه اجباری برای کودکش بله مثلا مادری منش همینه اتفاقا از همین رنجهاش این مادر لذت میبره یه رنج زارم هست و در این حال یه لذتی هم میبره که این کار رو میکنه نمیتونه رنج صدای گریه کودک رو تحمل کنه میخواد لذت شنیدن صدای خنده کودک رو اینا عاطفی خداوند اینجوری خلق کرده کار خوبی هم کرده ولی این اجبار عاطفی بهش میگن اجبار قانونی چیه؟ اجبار قانونی اینه که اصلا شما وارد یک جامعه که میشید نظم اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی قانونی رو ایجاد کرده که شرط زندگی مدنی در اون جامعه رعایت و قوانینه حالا من مثال زدم به راهنمای رانندگی که هیچ کس مخالفش نمیتونه باشه میگن آقا تو این جامعه هستی بله برای کار الف باید کار ب جیم دال رو انجام بدی تا بذاریم کار الف رو انجام بدی اصلا ممکنه این قانون عادلانه باشه از نظر شما یا ظالمانه باشه این هم یک چیز به نام اجبار قانونی داره تو دنیا همه جای دنیا هم این اجبار قانونی هست شما بخوای یا نخوای میگه باید واکسن بزنی باید دو سال بری سربازی اگه پسری باید فلان نباید فلان سربازی اجباری همه جوامع دنیا داره مالیات آقا من نمیخوام مالیات بدم داری تو این جامعه زندگی میکنی از منافع زندگی در این جامعه داری استفاده میکنی باید متقابلا مالیات بدی چون جامعه داره تو رو بهداشت تو رو نظافت خیابون و شهرات و امنیت تو اینا داره تضمین میکنه تو هم در ازاش باید مالیات بدی باید سربازی بدی همینجا اشاره کنیم به نوع سوم اجبار که به این مربوطه اون اجبار حقوقی حقوق با قانون خیلی نزدیکه قانون حقوق تصویب شده است اما وقتی ما میگیم حقوق اینجا مرادمون حتی حقوق تصویب نشده است یعنی حقوق فراتر از قانون مثلا شما پدرت مادرت بهت چیزی میگه مثلا پاش برو فلان کار بکن حتی اگر شما بگی که آقا قانون نیست آقا قانونه کدوم قانون ما مثلا یه بچه به پدر مادرش بهش میگم برو من نون بخر بگه طبقه ببخشید کدوم ماده قانون من باید برم نون بخرم قانونی در کار نیست فرض کن گفتن عاطفه میگه تو نداری گفت نه من عاطفه ندارم عاطفه هم اینقدر نیست من دلم بخواد بخوابم راحت باشم شما خود تو بریم چون که خیلی آنجوری هستن حتی اگر بی عاطفه باشی احساس نداشته باشی انسان نباشی قانون هم نباشه یا تو قبول نداشته باشی یه چیزی داریم به نام حقوق حق والدین حق پدر مادر این هم الزامه حالا تو الزام وقتی میگیم معنیش این نیست که همه الزام ها یه جور نیست مثلا اگه یکی عواطفش کمه الزام عاطفی در اون کمه نمیگن خب چون تو عاطفت از 100 نمره 25 نمره است 6 ما باید بری زندون نه مجازات الزام هست ولی مجازات چیزی نداره اما وقتی که مسئله قانون شد الزام مجازات میاره همه جوامع دنیا منتها بعضی جوامع قانون فاسده همین الان در بسیاری کشورهای اروپایی آمدن برهنگی رو برهنگی اجباری رو قانونی کردن یعنی بی‌حجابی الزام شده همین کشورهایی که میگفتن ما قالب لیبرالیزمیم پوشش آزاد دین آزاد سبک زندگی هر کس هر کاری دلش میخواد حالا میگن نه نمیذاریم قانون گذاشتن اجباراً حجاب ممنوع یعنی برهنگی اجباری برهنگی اجباری میاد از اون طرف در کشورهای اتحادیه اروپا و بعضی ایالات آمریکا الان دیگه ازدواج همجنس ها قانونی شده چون خانواده قانون میگه ما حمایت میکنیم اما نمیذاریم حجاب رعایت کنیم خب قانون فاسده
این قانون ضد اخلاقه، ضد حقوقه. ولی در این حال شما اگه پاشدی رفتی این کشور گفتی آقا من میام، بهت میگن که این قانون رو باید رعایت کنی. اگه حجاب داری، الان شما توی بعضی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه که مهد انقلاب فرانسه و دموکراسی و جمهوریت و لیبرالیسم و ایناست، زن با حجاب فرانسوی رو نمیذارن معلم باشه، نمیذارن کارمند دولت باشه، به خرجش میکنن. یعنی بی حجابی اجباری، مثل زمان رضا شاه. رضا خان اومد هزاران هزار زن رو کتک زد، شلوپل کرد، با اسلحه بگیر و ببند تو مسجد گوهرشاد تحصن که آقا ما میخواییم حجاب داشته باشیم، نمیخواییم برهنه بیم بیرون. رفتن تو حرم تو مسجد گوهرشاد، بستن مردم رو به مسلسل، چند هزار آدم کشتن و لطوپار کردن و بازداشت کردن و همه رو بردن تو قبرستان های گمنام، گورهای دست جمعی. بعضی هم زنده هنوز دفن کردن که قبرشون هم معلوم نیست الان کجاست. چرا؟ چون انگلیس دستور داده بود باید کار بکنه. پس یک مسئله بحث قانونه. در این حال شما قبول ندارید، ما قبول نداریم، ولی وقتی میری اونجا رسما تو فرانسه بهت میگن که آمده اینجا زندگی کنی ها، باید تابع قوانین ما باشی. بی حجابی اجباری است، حجاب ممنوع. خب ما قبول نداریم، ولی وقتی رفتی فرانسه تو نمیتونی بگی ما آمدیم فرانسه ولی قوانین شما رو عمل نمیکنیم، بیرونت میکنن، مجازاتت میکنن اگه بخوای تخلف. این شد تا حالا چند تا الزام به؟ یک الزام دیگه، نه چهار تا شد دیگه، عاطفی، حقوقی، اخلاقی. اخلاقی رو نگفت، نگفتی که حالا میگم قانونی. اخلاقی اینه که شما برای یه چیزی نه قانون داری نه حتی حقوق الزامیه، اما اخلاق ایجاب میکنه شما این کارو بکن. وقتی مثلا مهمان میاد خونه، مثلا تو روایت ما داریم میگن مهمان میاد خونه تو نذاریم کار کنه. البته به مهمان نگفتن تو کار نکن، ولی به صاحب خونه گفتن نذار کار کن. خودت مثلا رخت خواب شو پهن کن، خودت برو چیکار کن، خودت چیکار. خب این قانون نیست. حقوق هم به معنای که یک حق الزامی واجب مثل حق والدین باشه شاید به این حد نیست. بله عاطفی هم ممکن نباشه، یک کسی دلش نسوزه. ما یک ضوابط اخلاق، پس یک چیز هم داریم به نام الزام اخلاقی. میگه آقا فلان کسی کاری کرده اومد جلو، میگه من اخلاقا نتونستم بگم، شرم کردم. یه نوع پنجم الزام داریم، الزام غریزی، اجبار غریزی. اونم دست خودت نیست، خودش میشه. مثلا شما وقتی گرسنه میشی، بدنت احتیاج به غذا داره، گرسنگی یک احساس اجباریه، گرسنگی اجباری میاد سراغ. میخوای بخور، میخوای نخ. تشنه میشی، گرسنه میشی. وقتی به یه سن میرسی، قدرت و هورمونهایی در تو ترشح میکنه، غریزی جنسی در تو بیدار میشه. شهوت اجباری، اصلا دست خودت هم نیست، اصلش. مثلا میگن مدیریت کن. خب پس ما دست کم اینجا پنج نوع اجبار شماردیم. این اجبارها هیچ کدومش ذاتاً بد نیست و همه اینا توجیه عقلانی داره. تنها یه اجباره که هیچ توجیهی نداره و او اجبار استبداده، گردن کلفتیه، دیکتاتوریه. اینه که باید جلوش ایستاد. ولی شما جلوی اجبار اخلاقی، الزام اخلاقی مقاومت کنید که بهت میگن آدم ضد اخلاقی، نمیگن تو آزادی خواهی، ضد اجباری، میگن تو غیر اخلاقی. اگه جلوی اجبار حقوقی، حقوق اجباری بیستی، نمیگن شما ضد اجباری، میگن شما مخالف حقوق بشری. جلوی عاطفه و اجبار عاطفی بیستی که نمیگن تو ضد دیکتاتوری، میگن تو بی عاطفه. اما اگر یک چیزی، یک کسی آمده میگه این کارو باید بکنی، برای نباید بکنی، میگیم برای چی میگه؟ برای که ما گفت دلم بخواد. این اجباره که منفیه و دیکتاتوری طاغوت، اینو باید جلوش ایستاد و باید بهش گفت که چرا میگی؟ میگه دلم میخواد. باید بهش بگی دلت غلط میکنه، تو حق نداری به ما چیزی به اجبار الزام بکنی. آیا خداوند منطقی است که به مخلوقاتش و به بندگانش الزام و حکم بکنه چیزی رو؟ میگه بگی این واجبه، این حرامه، یا حق نداری؟ چرا داره؟
خب این یک مبحث. یه وقتی کسی میگه اصلا خدا رو قبول نداریم، اگه گاهی هم خدا رو صدا میزنیم، من اون که گفت ای خدا، یعنی ای خدا رو میگیم، اینو منظور نیست، واقعا خدا خدا نیست. میگیم دیگه الان خدا کجا بوده، چیه خدا، چیه؟ خب تو اگر اساسا خدا رو باور نداری، خدا محور زندگی و سبک زندگی نیست، ما با تو که دعوا سر حجاب نمی‌کنیم، بحث سر اصل خدا باید با تو کرد، اگر بحث معرفتیه. اما اگر همین لحظه این آدم گفت که آقا حالا جدا از بحث و نظر من، بالاخره ما توی جامعه داریم زندگی میکنیم، من نمیخوام رعایت کنم، جواب. اگر مسئله شخصی است، بله، جزو حقوق خصوصی توست، تو حریم خصوصیته، بله، حق داری. ممکنه کسی بگه آقا من میخوام مثلا 24 ساعته ملق بزنم، پاهم بالا باشه، کلم پایین، دلم میخواد. چرا به من میگید وایستادن اجباری؟ من میخوام معکوس باشم. میگید خیلی خوش کنه. البته عواقب داره. خون به مغز زیادی میرسه. ممکنه یک دیوانه بشید، سکته بکنید. مشکلاتی برای پیش میاد. درد میکشیدن میمیرید. بعد باید برید بیمارستان. من دوست داری بکن. ولی آزادی که مطلق من خود. البته آزادی از طرف جامعه و حکومت. حکومت حق نداره بگه آقا هیچ کس تو خونش حق نداره بالانس بزنه. آقا به تو چون من میخوام بالانس بزنم، تو چیکار داری؟ حریم خصوصی منه. راست نمیگه. ولی عواقب اون کار رو میبینه. یک کسی بگه من هیچی نمیخوام بخورم، بیان بهش قضا وش کنن، بگن سرم اجباری، قضای اجباری، داروی اجباری. اگه کسی رفت تو بیابون آقا من میخوام بگه من اصلا میخوام گشنه باشم، تو بمیرم. حالا اینجا تازه بعضی ها میگن حفظ حیات انسان واجبه و حکومت میتونه دخالت کنه جلوی خودکشی رو بگه، چون خودکشی هم قتله. بعضی که اینا میگن شما حریم خصوصی هم برای هر چیزی نداری، هر بلایی بخوای سر خودت بیاری. حالا حکومت دخالت کنه یا نکنه بحث میکنه. اگر کسی اشکال کنه آقا حکومت تو مسئله خصوصی من حق نداره اجبار کنه، قانون بنویسه دخالت کنه، جواب اینه که حتما اینطوره، به شرطی که مسئله خصوصی تو باشه. حکومت مگه میتونه بیاد قانون بنویسه تو خونت باید ساعت 12:25 دقیقه نهار بخوری و ساعت 2:15 باید بخوابی و ساعت دیگه به تو چه؟ هیچ حکومتی نه حق داره دخالت بکنه، نه کسی وظیفه داره که ازش اطاعت بکنه. اما سوال، اگه یک کسی گفت من میخوام بیام تو خیابون یک کاری رو انجام بدم، تو عرصه عمومی، من میخوام بیام وسط چهارراه رو بالانس بزنم، حکم بالانس عوض میشه. چرا؟ چون دیگه حریم خصوصی نیست، حریم عمومیه. آقا این کله خودمه، این بدن خودم، این دسته خودم، من میخوام بالانس بزنم. خب بزن آقا، خب تو اتاقت بزن. نه من تو اتاق نمیخوام، من میخوام سر چهارا تو میدون انداره با همه بالانس. خب دیگه این وارد حریم عمومی شدی، اینجا حق الناس مثلا لباس نپوشن، شلوار اجباری نمیخوام، پیرهن اجباری نمیخوام. خب خب نخوام، تو اتاقت، تو حمام، تو دستشویی، هر کار میخوای با خودت بکن. نه من میخوام بیام تو خیابون این کار رو بکنم. نه دیگه نمیشه. تو خیابون شلوار اجباریه. تو خیابون ملت بسیار هم نگاه میکنه، میبینن تو. ای آقا بدن خودمه، شلوار خودم. بدن خودته، شلوار خودته، ولی خیابون خودت نیست. آیا برای امر خصوصی در حریم خصوصی میتونی قانون بگذاری؟ بعضی ها رو اینم بحث داره. یکی بگه من میخوام شکلت در بیارم، صورت خودم. میگم خیلی واقعی زده به سرت در بیارم. جلو آینه، تو خونه، تو خونه در بیارم. مثلا 24 ساعت شکلت در بیارم. نه، من میخوام بیام سر کلاس شکلت در بیارم. جلو بچه ها و معلم و استاد. میگو آقا میگیرم میبرم دیوان خونه. من نمیدونم اینایی که میگن آقا بدن خودمه، لباس خودمه. خب بله، ولی خیابون و دانشگاه و تاکسی و مدرسه و پارک و اینا که مال تو نیست. هزاران نفر، میلیون ها آدم دارن حرکت میکنن، دارن میرن میان میبینن. تو داری در حقوق اونا دخالت میکنی، تو داری اخلاق اجتماعی رو هدف قرار میدی. آقا من اعتقاد ندارم. خب تو اعتقاد نداشته باش، بقیه اعتقاد داره. این دقیقاً مثل کسی که بگه من قبول ندارم ماشینا تو اتوبان از سمت راست برن از سمت چپ بیان. من چون قبول ندارم از چپ میرم از راست میرم. مگه اجباریه؟ بله آقا اجباریه. اگه یه شهری بود خودت تنها، اون شهرم تازه مال خودت بود. از هر جا میخوای برو، از هر جا میخوای بیان.
شهر مال تو نیست، کل ملت هست. مگه که دیگه همه خرابن دیوانه هم غیر از من، مثل طرف توی اتوبان معکوس داشت حرکت میکرد، بعد رادیو چیزم گرفته بود، رادیو پیام و ترافیک، رادیو گفت که یه دیوانه یه داره تو اتوبان خلاف جهت حرکت میکنه. این گفت کجا آقا یک دیوانه، همه دیوانه شدن، یعنی کل ملت که دارن تو مسیح درست میان، این گفت همه شون دیوانه، در حالی که دیوانه خودش بود. اگر هیچ جای دنیا به شهروندانشون اجازه نمیدن هر کس هر نوع لباسی که میخواد بپوشه یا بدون هیچ لباسی، ما شهر لختی‌ها داریم تو دنیا، اون شهر قرارداد دارن، میگن کسایی که میخوان بیان جایی بداره لخت لخت، اونجا هم قانونه، میگن هیچ کس هیچی نباید بپوشه، اونجا هم چی؟ برهنگی اجباریه، برهنگی اجباریه. بعضی شهرها هست تو دنیا که یه گروهی مثل راهپیمایی میرن اجازه میگیرن، میگن آقا ما میخوایم مثلا 100 نفری میخوایم فلان ساعت قبل همه کشورها میز یک دو تا کشورها میشه چیزا 100 نفری میخوایم لخت مادرزاد فلان روز صبح ساعت فلان تا فلان بریم مثلا تو خیابون این خیابون بریم، بریم تو پارک. پلیس بررسی میکنه میگه اگه ترافیک رو به هم نزنیم و فلان اینا، چون برای ما ناموس و چیزا که مهم نیست، اخلاق و اینا مهم نیست، ترافیک ولی مهمه. اگه ترافیک رو به هم نمیزنید، این ساعت خاص از تو پیاده رو اینا میرید، تصادفی نشه، یه وقت چیزی نشه، حالا وقت چیزی نشه، ولی شما لخت و مادرزاد میخواید بگه نداره، طبق این چیز برید و اینقدر باید پول بدید، کاسه دو میکنه. خب، یه قانون فاسده، یه قانون از نظر الهی، فرق مؤمن و کافر هم همه دیگه، کدوم قانون درسته، کدوم قانون غلطه، ولی در اصل ای که در حریم عمومی قانون اجتماعی ملاکه، مسئله اصلا دیگه خصوصی نیست، کاملا عمومی و اجتماعی است، این دیگه همه رو بردارن. حالا یه جاییشو هنوز دیگه پیش نرفتن، در الا به لحاظ منطقی میتونن داره، مثلا شما هر جای دنیا میری هنوز دستشویی آقایون و خانم‌ها جداست، در حالی که طبق صحبتهایی که میکنن اونم لازم نیست جدا بشه. برای چی جدا بشه؟ هنوز تا اینجا پیش نه، احتمال توی 7-8 سال آینده اینجا هم کار میشه. هنوز شما هر جا میدین آقای دستشوی خانم هاست یا آقایی؟ خب برای چی؟ شما که اخلاق جنسی به قبول نداری رسیم، شما که اصلا میگید هیچ اخلاقی به نام اخلاق جنسی ما نداریم، برای چی جدا؟ هنوز هم گفت برهنگی مرد کامل مرد و برهنگی کامل زن یه تفاوت قائل میشن، هنوز خودشون مجبور میشن تو فیلماشون یه جایش سانسور کنن، یه فیلم های مخصوصه برای این تیپ آدم ها به طور خاص توی ساعت ها و حوزه های محدودی کانال خاصی پخش بکنن، یعنی هم میفهمن که فطرت اجتماعی اجازه نمیده، حتی جوامعی که دینی و متدین نیستن قبول ندارن این روشون، میفهمن این خلاف فطرته، میفهمن همجنس بازی و ازدواج همجنس خلافه، میفهمن برهنگی تو اصل عمومی خلافه. به این به شما میگم خیلی هاشون مخالفن، رسانه ندارن، قدرت ندارن.